سر خط خبرها. روند رسیدگی به شکایت های نامزدان شورای ولایتی پایان یافت، اما هشدار کمیسیون مستقل انتخابات رسوایتان می‌سازیم. یوازنی مرجع د افغانستان ولست من به په وخت او زمان سره د افغانستان خلکو ته د دوی سری برملا. در آستانه امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که مجرمان جنگی امریکایی باید مجازات شوند. و طالبان غیر نظامیان را سر میبرند و نهادهای حمایت از حقوق بشر محکوم میکنند. اما عالمان دین؟ سلام، امروز پنجشنبه 16 عقرب و 7 نوامبر است. ما هم نشانه نورزاد ابراهیمی هستم. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تعیین جدول زمانی را برای اعلام فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نمیپذیرد. این کمیسیون میگوید که نهایی سازی و تصمیم گیری ها درباره بررسی اسناد و دلایل نامزدان معترض زمانگیر خواهد بود. مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شفافیت و عدالت را در نتایج رسیدگی ها مهمتر از تعیین جدول زمانی برای اعلام فهرست نهایی می داند. بر بنیاد جدول زمانی، زمان رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات نامزدان شوراهای ولایتی پایان یافته است. اما اگر نامزدانی که در فهرست نخستین انتخابات راه نیافتند تا هنوز درج شکایت نکردند، می توانند که روز شنبه هم اسناد و دلایلشان را ارائه کنند. سر از امروز کمیسیون روی اسناد و دلایل و شواهد ارائه شده از طرف کاندیداهای معترض کار خود شروع کرده و ما تلاش میکنیم که با رسیدگی و نهایی سازی لیست کار خود به سمت پیش ببریم که بتانیم تمامی موارد و دلایل را جمع کرده و زمینه را برای آماده سازی لیست نهایی فراهم بسازیم. شکایت ها و اسناد زیاد را نامزدان معترض ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت کردند. اما پیش از 25 همین ماه باید تصمیم گیری ها و نهایی سازی اسناد و دلایل نامزدان معترض پایان یابند، زیرا در این تاریخ باید فهرست نهایی نامزدان اعلام شود. ما فعلا دقیق تاریخ را تعیین کرده نمیتونیم، به خاطر که شما میفهمید که در روزهای رسیدگی به اعتراضا دلایل بسیار ارائه شد. ما اسناد و شواهد زیادی را از مردم دریافت کردیم که بررسی و نهایی سازی همه از اینا و تصمیم گیری روی همه از اینا وقت بیشتر را می طلبه. به نظر می رسد شکایت هایی که در برابر نامزدان ریاست جمهوری هم در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت شدند، فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری را از 10 نفر کاهش خواهد داد. بر بنیاد گفته های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، بیشترین نامزدان شوراهای ولایتی که در فهرست نخستین انتخابات نتوانستند راه یابند از ولایت های کابل و پنچیر بودند. اکنون هم اگر فهرست نهایی بر بنیاد جدول زمانی اعلام نشود، میتواند نگرانی های جدی برانگیزد، زیرا کارهای انتخاباتی را به چالش خواهد گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد اگر مقام‌های دولتی بی‌طرفی خود در انتخابات را حفظ نکنند، نام‌هایشان را فاش خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می‌کند که برای مقام‌های دولتی اجازه نمی‌دهد تا در کار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مداخله کنند. این کمیسیون از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز می‌خواهد تا در انتخابات از راه‌های مشروع پیکارهای انتخاباتیشان را انجام دهند. کمتر از 5 ماه دیگر به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است و تا کمتر از 7 ماه این مرکاخ ریاست جمهوری و قدرت را ترک می کند. اما از مکنون شمار زیاد از مقام های برحال دولتی پشتبانیشان را از نامزدان ریاست جمهوری اعلام کردند، در حالی که چندین فرمان رئیس جمهور کرزی در این باره وجود دارد. در اینجا کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد اگر از امکانات دولتی به سود کدام نامزد مشخص از سوی مقام‌های دولتی استفاده صورت گیرد، با این افراد به گونه جدی برخورد خواهد کرد. چه هیچ حکومتی چارواکی تا هیچ دولتی چارواکی تا بدید اجازه ورنکی چه
ټاکنې په خپل ګټه باندې وسرخی، یا د مشخص کاندید لپاره کار کول یا په خلاف باندې کار کول. که چیرې دا کار کوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مقابل کې خاموشه، دا ځل نسي پاتې کېدلی. یوازینۍ مرجع د افغانستان ولس موږ به په وخت او زمان سره د افغانستان خلکو ته د دوی څیرې برملا کوو، د دوی نومونه به افشا کوو او ولس نه به بیرته همکاري غواړو چې ولس تر څو د دغې پروسې تر شا ودرېږي. اما برای برگزاری انتخابات شفاف در کشور تنها بی‌طرف ماندن مقام‌های دولتی کارساز نیست، بلکه عملکرد هر دو کمیسیون‌های انتخاباتی نیز باید بی‌طرفانه باشد. استقلالیت، بی‌طرفی و مسلکی بودن نهادهای برگزار کننده انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی، که یک اصل بسیار مهم و عمده است که اگر کمیسیون‌های برگزار کننده انتخابات مستقلانه، بی‌طرفانه و مسلکی عمل کنه، ما امید یک انتخابات بهتر خواهد داشتیم. از سوی هم بی‌طرفی رسانه‌ها، پوشش خبرهای دقیق و مبتنی بر واقعیت‌ها نیز می‌تواند که شفافیت انتخابات را تضمین کند و سطح مشارکت مردم را افزایش دهد. از ژورنالیستان نباید به نفع یک نامزد خاص، حزب خاص و یا گروه خاص استفاده شود و باید از ژورنالیستان برای اطلاع دهی دقیق از روند انتخابات کار گرفته شود و ژورنالیستان باید این مسئولیت را بپذیرند که از روند انتخابات به گونه دقیق و بی‌طرفانه گزارش دهند تا مردم از روند انتخابات و هر آنچه که در انتخابات اتفاق می‌افتد آگاه شوند. اکنون دیده شود که تا چه اندازه کمیسیون‌های انتخاباتی، مقام های دولتی و رسانه ها در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی که در 16 عمل سال آینده برگزار می شود بهطرف خواهند ماند. کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات برای پناهجویان در بیرون از کشور را امکان پذیر نمی داند. این کمیسیون می گوید با توجه به محدودیت ها و کمبود امکانات، برگزاری انتخابات برای پناهجویان در ایران و پاکستان ممکن نیست. در این حال ناامنی هنوز هم با عنوان یک نگرانی جدی برای برگزاری انتخابات در کشور پنداشته می شود. 4.5 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور باقی مانده است. ظاهرا ناامنی نگرانی جدی برای برگزاری این انتخابات دانسته می شود، موضوعی که اشتراک کننده های مناظره کابل تلویزیونی یک نیز با آن می پردازند. مخصوصا هرقدر بیشتر به طرف انتخابات میریم، حجم پوشش امنیتی گسترده تر میشه. پس به او خاطر توجه و امکانات بیشتر امنیتی در او مرحله نیاز است و اونجا است که ما تا انوز باید ببینیم که کدام پلانا روی دست است از لحاظ امنیتی برای کمیسیون انتخابات و نیروهای امنیتی. امروز در 18 ولسوالی انتخابات یا غیر ممکن است از 22 ولسوالی و یا دشوار. اگر مردم برای مرده و زنده، برای تکفین و تجهیز مرده خودش رفته نمیتونه، چگونه ممکن است که ما یک انتخابات شفاف در یک فضای امن برای اندازیم؟ تا اکنون در 4 ولسوالی در ولایت های هلمند، زابل و غزنی به دلیل ناامنی مراکز ثبت نام باز نشدند. اما وزارت داخله هنوز هم مطمئن است که نیروهای امنیتی می توانند چالش های امنیتی را برطرف کنند. در مجموع یه دار امروز هم کرده می تونیم که اگر قرار باشه انتخابات بعد از 4.5 ماه یا 5 ماه برگزار میشه، ما می تونیم که بر اکثریت این سایت ها تامین امنیت بکنیم. در همین چند روز موضوع برگزاری انتخابات برای پناهجویان در بیرون از کشور بیشتر سر زبان ها بود. اما اکنون رئیس دبیرخانه مستقل انتخابات در مناظره کابل برگزاری انتخابات در کشورهای پاکستان و ایران برای پناهجویان افغان را ناممکن می داند. به حیث تخنیکی کارمند فکر کو تاکنی التا وسنا شونی خکاریگی در فعلی وضعیت باندې زکنی بودیجه په اختیار کې ستاده، نه هغه موافقه د ممالک رسیدلی دي، نازلینو موضوع ده، التا د کار ثبت نام موضوع ده، التا د امنیت موضوع ده. پاکستان کې په هغه مناطق کې چې په خپل مهاجرین وسیږي او د نام مناطق څخه شمیرل کی، هم بلوچستان ولایتي، هم همدارنګ خیبر پختونخوا ولایت، او بالخصوص هغه مناطق چې افغانان دي. زه فکر کوم چې دغه ستونزې فکر نه کوم چې شلم دی د عقرب پورې دغه حل سي، نو بینان تر وسیت نه وځي څخکاریږي چې هلته ټاکنې نه ترسره کړي. اما چالش های انتخاباتی تنها به همین موضوع پایان نمی یابد. نزدیک به 10,000 نفر که از طریق اسمس و پرسش میوری مناظره کابل پاسخ دادند، 27% ناامنی، 28% تقلب، 38% مداخلات خارجی و 9% آنان مشکلات تکنیکی را بزرگترین نگرانیشان در مورد انتخابات آینده دانستند.
تاکنون بیش از 2000 نفر از بسیاری بخش های کشور برای اشتراک در جرگه مشورتی ثبت نام کردند. در این حال کمیسیون برگزاری این جرگه میگوید که بیشتر اعضای شورای ملی نیز در این جرگه اشتراک خواهند کرد. اما اخیرا مجلس نمایندگان برگزاری این جرگه را غیر قانونی دانسته و تاکید کرده است که هیچ یک از اعضای این مجلس در جرگه مشورتی اشتراک نکنند. اعضای شورای ملی همواره نه تنها برگزاری لوی جرگه مشورتی را مغایر قانون اساسی دانستند، بلکه از اشتراک نکردنشان نیز در این جرگه خبر می دادند. اما اکنون کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی می گوید که بیشتر اعضای پارلمان موافقت کردند که در این جرگه اشتراک می کنند. اکثر اعضای لوی جرگه مشورتی جرگه در این لوی جرگه مشورتی افغانستان اشتراک خواهد کردن. یک تعداد بسیار محدودی که و نمی کنند اشتراک، فکر می کنند یک دموکراسی یک اصل است. طبعا طبعا حتما ما که معلومات داریم وعده کردن میان و تشریف میارند این لوی جرگه اشتراک بکنند. تا اکنون بیش از 2000 نفر از سراسر کشور برای اشتراک در این جرگه نام نویسی کرده اند. اشتراک این افراد بر بنیاد چی شرایطی صورت می گیرد؟ کسی باید جرگه اشتراک بکنه که او ناقص حقوق بشر نباشه، سن 25 سالگی را تکمیل کرده باشه، در جرایم جنگی متهم نباشه و در جرگه ها بلدیت خاص داشته باشه، متنفذ قوم باشه، در ولایت خود، در منطقه خود، در ولسوالی خود محبوبیت داشته باشه بین مردم و یک شخصی امین باشه. کارمند دولت هم. ما نمیخوایم که کارمند حکومتی، دولتی، ولسوالا و غیره در دیلوی جرگه اشتراک بکنه. قرار است در این جرگه درباره دادن مسئولیت به سربازان آمریکایی تصمیم گیری شود، اما برگزاری آن از آغاز با مخالفت های همراست. برخی از جریان های سیاسی نگران مطرح شدن اجنده های دیگر در این جرگه بوده و شماری هم نگرانند که ممکن از این جرگه به هدف کمپاین انتخاباتی به نفع نامزد مورد حمایت حکومت صورت گیرد. بسیاری از نظامیان آمریکایی که در افغانستان متهم به جرایم جنگی هستند تاکنون به دادگاه کشانیده نشدند. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که واشنگتن نظامیان متهم به جرایم جنگی را یا به دادگاه نکشانیده است و یا هم با مجازات بسیار اندک بر آنان اکتفا کرده است. این نهاد با پخش گزارش از واشنگتن خواسته است تا پرونده های جرایم جنگی سربازانش را در افغانستان جدی بگیرد و عاملان قتل غیر نظامیان را مجازات کند. همزمان با این یک عضو این نهاد در کابل میگوید مدارک آنان نشان میدهد که نظامیان آمریکایی در قتل 18 غیر نظامی افغان در ولسوالی نرخ ولایت وردگ دست داشتند. نظامیانی که ظاهرا مبارزه با حراس افغانی پایشان را در افغانستان باز کرد، اکنون پس از 12 سال حضور و نبرد در آستانه خروج از کشور، ادعایشان به جرایم جنگی متهم شدند. رویداد ولسوالی نرخ ولایت وردگ هنوز فراموش نشده است. نظامیان آمریکایی به قتل 18 غیر نظامی افغان در پایگاهشان در این ولسوالی متهم هستند در سالهای 2012 و 2013 میلادی. پاسخ آمریکا درباره این رویداد همواره رد کردن دخالت نظامیانش بوده است، رویدادی که واشنگتن یک ترجمان افغان را مسئولان گفته است. ما شواهد را به دست آورده ایم که نشان می دهند تمامی 18 قربانی این رویداد در نقاط گوناگون این پایگاه دفن شدند. حالا پرسش این است که یک افغان چگونه می تواند 18 تن را به قتل برساند و در نقاط مختلف پایگاه دور از دید آمریکایان دفن کند. همه این شواهد نشان می دهند که آمریکایان نیز در این رویداد دست داشتند. تا پایان همین ماه نمایندگان مردم افغانستان در لوی جرگه مشورتی امضای موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن را به بحث می‌گیرند. موافقتنامه ای که مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان جنجالی ترین بخش آن است. دیدبان جهانی حقوق بشر را اکنون باور بر آن است که رسیدگی نشدن به پرونده قتل 18 غیر نظامی افغان در نرخ وردک ممکن است بر امضای موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن تاثیر منفی داشته باشد. اگر آمریکایان در مورد رسیدگی به این پرونده جدی باشند و آن را تعقیب کنند، افغان‌ها مطمئن خواهند شد که پس از سال 2014 مسئول خواهند بود. چگونگی پیشبرد پرونده های قتل غیر نظامیان نرخ وردک نگرانی دیگر دیدبان جهانی حقوق بشر است. این نهاد در گزارشش گفته است که آن آمریکایانی که برای پیشبرد این پرونده کار می‌کردند تا اکنون حتی با خانواده های قربانیان ندیدند. تنها وردک نه، نظامیان آمریکایی بعد جرایم جنگی در جلال آباد و کندهار نیز متهم هستند.
در گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر گفته شده است که فرمانده آن سرباز آمریکایی که غیر نظامیان را در ولسوالی میوند کندهار کشت تا اکنون به دادگاه کشانیده نشده است. کسی که از وی مسئول این رویداد گفته شده است. وزیر امور داخله میگوید نیروهای پلیس ملی در کنار سایر نیروهای امنیتی کشور 4 مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی را پیروزمندانه عملی کردند. وی که در نشست بورد بین المللی هماهنگی پلیس ملی در کابل سخن می گفت بر گسترش همکاری کشورهای کمک کننده برای تقویت پلیس ملی تاکید کرد. در این حال نمایندگان اتحادیه اروپا، ناتو و ISF در این نشست از ادامه کمک هایشان به پلیس ملی پس از سال 2014 خبر دادند. کشته شدن 7 فرد ملکی از سوی طالبان در ولایت زابل با واکنش تند کمیسیون حقوق بشر و شمار از عالمان دین روبرو شده است. مسئولان کمیسیون حقوق بشر با ابراز نگرانی از کشتار افراد ملکی از سوی طالبان از دولت میخواهند که مسئله کشتار افراد ملکی را در اولویت گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح قرار دهد. در این حال شمار از عالمان دین قاتلان افراد ملکی را فساد پیشه های روی زمین میدانند. کشتار افراد ملکی فاجعه پایان ناپذیر در افغانستان. در تازه ترین مورد طالبان 7 فرد ملکی را در نزدیکی شهر قلات مرکز ولایت زابل به اتهام همکاری با دولت از موتر پایین و به قتل رساندند. اون دغه کسان تذبیق شده کسان گرچه تروس مون جزوتام زی موقت نه تذبیق شده کوم جزوتام خودس معلومی کی چې داخلك ملکی کسان دی. کمیسیون مستقل حقوق بشر با نکوهش این رویداد میگوید که طالبان به خاطر بیزار ساختن مردم از حکومت افراد ملکی را آماج قرار میدهند. باید مسئله کشتار افراد ملکی را با طالبان در اولویت قرار بدن، یعنی در اولویت مذاکرات به حیث یک شرط اساسی در مذاکره، و از طالبان میخواهیم که مطابق منشور حقوق بشر و فرمایشات دین به اهداف ملکی که هیچ نسبتی به حوادث سیاسی نداره برخورد انسانی کنه. اما این تنها نهاد دفاع از حقوق بشر نیست که این کار طالبان را نکوهش می کند. برخی از باشنده های زابل و عالمان دین قاتلان افراد ملکی را فساد پیشه های روی زمین می دانند. الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. کسانانی که در روی زمین فساد میکنن، حرب میکنن علیه خدا، علیه پیغمبر، علیه دین خدا و پیغمبر، این مردم باید به قتل برسن و این مردم باید به جزای خود حتمی برسن. هیچ درک نمال میجی که در اولیا و پتسه نامه بندی، چوک در کپیر پا نامه بندی، چوک در دولت پا نامه بندی، څوک په بل نامه باندې وژل کیږي. دا د عامو خلکو یا د عامو ولس وژنه چې هر سړی کې دی او غیر اسلامي، غیر قانوني او غیر افغاني عمل دی. چند روز پیشتر این نوار در صفحات اجتماعی به نشر رسید، نواری که نشان می دهد طالبان 3 نوجوان را که در ارتش ملی کار می کردند در ولسوالی غازی آباد کنر تیرباران می کنند. یک روز پیش ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که شخصی را که از آن به عنوان جلاد طالبان یاد می شود در ولایت پکتیکا بازداشت کردند. شریف خان به سربریدن یک سرباز پلیس نیز در این ولایت اعتراف کرده است. اما برخورد حکومت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی برای مجازات این گونه مجرمان همواره با پرسش های همراه بوده است. امام علی رحمان برای 4مین بار به حیث رئیس جمهور تاجکستان انتخاب شد. بر بنیاد اعلام نتایج کمیسیون انتخابات تاجکستان، امام علی رحمان با به دست آوردن 83.6% آرا برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری تاجکستان شده است. از میان 435 میلیون نفر واجدین شرایط، دست کم 3.600.000 نفر در این انتخابات رای دادند. در این انتخابات 5 تن از مخالفان وی اشتراک نموده بودند. امام علی رحمان در سال 1999 به قدرت رسید و از 21 سال پیش زمام امور این کشور را به دوش دارد. وقت خوش براتان آرزو می کنم.